یکی از شهرهای مهم استان کرمانه. فاصله این شهر تا کلان شهر کرمان 110 کیلومتره. از نواحی مهم دانشگاهی ایرانه. مهمترین اقلام صادرات ایران پسته است و این شهر بزرگترین تولید کننده پسته در جهانه. همسفر شما را دعوت می‌کنه به تماشای دیار کریمان. شما همسفر ما در رفسنجان هستید. عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار و ولایی و دوستان عزیز بزرگواری که در خدمتشون هستیم. اینجا دهستان قاسم آباد حاجی است و عرض کنم خدمت شما که در مجموعه حاج آقا علی هستیم که مجموعه حاج آقا علی شامل بازار، آبنبار، مسجد حسینیه یخدان و کاروانسراست. به طور کل 14000 متر مربع وسعت داره، 7000 متر مربع زیربناست و 110 اتاق. حدود 250 سال قدمت تاریخیشه، 14 سال طول ساختشه، ارتفاع دیواران 9 متر و سازه اصلی این بنا خشت و گل و کاهگل هست. سه تا ویژگی اصلی داره که معمولا در معماری دوره های مختلف میتونیم بگیم هشتی های متعدد و متنوعی داره که برای جداسازی فضای اندرونی از بیرونی در نظر گرفته شده. دومین ویژگی چهار فصل بودنشه و سومین ویژگی تقارن بناست که میتونیم بگیم توازن و تعادل بنا رو در پی داره که جدیداً احیا و مرمت شده و در خدمت دوستان عزیز و بینندگان بزرگوار و محترم هست. عرض کنم خدمت شما که حاج آقا علی به گواه تاریخ کتاب پیغمبر دوزان آقای دکتر باستانی پاریزی، ایشون اول در شغل پیلوری مشغول به کار بودن، بعد ارشاد خدمتون رو میارن به کشاورزی و معروف میشن به زعیم الله. و چون تعریف میکنن که انسان شایسته و مبتکر و مقتصد و متدینی بودن، خداوند بهشون رو میکنه و به تجارت مشغول میشن و از اینجا پنبه و گندم و پشم و پوست رو منتقل میکنن به سه کشور، هند و چین و ترکیه، و از اونجا ظروف چینی، حریر، شال ترمه و پارچه‌های آلمان وارد میکنن به ایران. تقریبا میتونیم بگیم در سن 60 سالگی مجموعه قاسم آباد حاجی رو که بهترین روستاش بوده در سطح استان وقف امام حسین علیه السلام میکنن و تاکید مؤکد نسبت به تعزیه حضرت در ماه محرم و تغذیه مردم دارند و در سن 90 سالگی هم به رحمت خدا میرن. خانه تاریخی حاج آقا علی که یکی از زیباترین خانه‌های شخصی مسکونی شناخته شده، دارای حیاط‌های مختلف و متنوعی است و به طرز بسیار شکیل و زیبا بنا شده در دوره خود. خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار عرض کنم خدمتتون، این جایی که الان هستیم خلوت تاج خانم هست که از گچبری‌های بسیار ارزشمندی در اصل اینجا تعبیه شده که متشکل از درختان سر، سیمرغ و پرندگان خوشمر و خوشنوایی مثل بلبل و هدهد هست که هر کدام از اینها تعریف خاص خودش رو داره. مثلا سرو که نشان دهنده بزرگی و جوانمردی و سرسبزی است، یا سیمرغ نشان حق تعالی است، یا پرندگانی مثل هدهد که منشأ قرآنی داره
و بلبل چه نشان خوشنوایی است. عرض کنم خدمتون که البته ما معمولا در تعریف میگیم که هم از ادبیات اینجا استفاده شده و هم از معنویات که مرهون تفکر و تأمل معماران ایرانی اسلامی در دوره خودش بوده. در بخش‌های بعدی ما شامل هفتری‌ها، سدری‌ها و پندری‌ها است که بسیار بسیار زیبا اینجا تعبیه شده و مخصوص میهمانان خارجی و داخلی بوده که در دوره خود اینجا پذیرایی می‌شدن. البته خدمت شما عرض کنم که اینجا نقش تجارت خونه رو داشته و منزل مسکونی خود حاج آقا علی خارج از اینجاست که به گفته کارشناسان ارشد میراث فرهنگی یکی از زیباترین بناهای تجاری در عصر خودش هست و نمونه های بارز بسیار زیبایی از معماری باز دوره قاجار رو شما اینجا میبینید، چه در خلوت های متعدد، چه در سرای محارم، چه در عمارت و حوضخانه، چه در عمارت شاهنشین و موقعیت های خاصی که در فصول مختلف اینجا ازش استفاده میشده و بیشتر مورد توجه توریست های محترمی است که از اینجا دیدن میکنند. حالا انشاءالله به در موقعیت های مختلف بررسی میشه، بعد دیدن میکنن دوستان عزیز، بررسی میکنن و میبینن که مستند حرف ما واقعا همین چیزها و همین نشانه‌ها و همین شایستگی هایی است که در معماری اسلامی وجود داشته و وجود داره. گزارش امروزمون یک سوژه جالبه. کلن در برنامه همسفر وقتی شما این ماشین رو دارین میبینین و فضایی که ما در اون قرار گرفتیم، بحث آفرود هست و گردش در کویر و بیابان و کوهنوردی و خلاصه جاذبه های دیدنی. ما الان در رفسنجان هستیم، استان کرمان، و داریم جاذبه های دیدنی شما معرفی میکنیم. خب یکی از جاذبه هایی که به عنوان جاذبه پنهان هم معرفی شده در استان کرمان، در راگه هستش یا دره راگه، که البته چرا میگم پنهان، با تصوری که از کویر شهداد هست و فضاهایی که در بم و جاهای دیگه کمتر شناخته شده این دره. جناب آقای صادق زاده عزیز همراه ما هستن به عنوان یک راهنمای گردشگری، قرار منو ببرن دره راگه. گفتیم تو مسیر توقفی بکنیم، سلام علیکی داشته باشیم با شما، توضیحی بدیم، بعد حرکت کنیم. آقا این شما بینندگان همسفر. عرض سلام دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. خیلی خوش آمدید به شهر رفسنجان، دره راگه، که امروز معرفی میشه خدمتتون. همینجور که فرمودن این جاذبه طبیعتگردی هستش که تا حالا کمتر بهش توجه شده و معرفی شده. سایزاده الان چقدر فاصله گرفتیم از خود رفسنجان؟ حدوداً 8 کیلومتر تا 10 کیلومتر حداکثر. چند کیلومتر دیگه داریم تا برسیم به اصل ماجرا و دره؟ 5 کیلومتر بعد از این تپه‌ها دیگه در واقع دره شروع میشه. حدوداً 30 کیلومتر دیگه فاصله تا مرکز و تا رفسنجان. بله 15 کیلومتر آسفالت داریم، 18 کیلومتر ما تا اکو کمپ راگه 18 کیلومتر خاکی هست. درسته. تو آهان ببخشید بکنم آسنه هم پاره شد، نه این کنده شد. خب تو این محصه چی شد؟ چیزی نشد؟ همین بکنم. آه نه هیچی نشد، این کنده شد، ببخشید. اشکال نداره. این محصه که الان داریم میبینیم
از این قنات دیگه، درسته؟ کوپه های خاک. بله، این قنات دهشیخ هست که طولش 35 کیلومتره و عمق مادرچاهش که شما اون چاه معروف مادرچاه عمقش 215 متره. بعد آب داره؟ بله، همیشه سال آب داره و از قنات های معروف استان و حتی میشه گفت شهرستان رفسنجان. ویژگی قنات توی شهرهای کویری برای اینه که به هر حال آبرسانی رو به شکل کاملا منطقی برسونن، یعنی به این شکلی که در زمانهای قدیم وقتی می‌خواستن آبرسانی داشته باشن منشأ آب رو پیدا می‌کردن کیلومترها بالاتر، 18 کیلومتر 30 کیلومتر حتی در گناباد مثلا ما قنات‌هایی داریم، اونجا منشأ آب پیدا می‌کردن، چاهای مادر زده می‌شده و مغنی‌ها از دو جهت حرکت می‌کردن و آب رو از یک فضای دیگه وارد جای دیگه می‌کردن و ازش استفاده می‌کردن. مثل الان نبود که در یک موقعیت خاص چاه بکنن، چاهای عمیق و آب همون فضا رو استفاده بکنن و متاسفانه خشکسالی تشدید بشه. اینجا مسیر قناتی هستش که اشاره شد بهش. چند کیلومتر گفتین قناته؟ 35 کیلومتر. 35 کیلومتر شهر رفسنجان به سمت روستای دهشیخ. خیلی خوبه. آقا می‌خوایم حرکت کنیم بریم به سمت دره راگه، اونجا رو بهتون معرفی کنیم و انشالله طی سفری که شما به شهر رفسنجان دارین حتما از این زیبایی هم بهره ببرین. فضایی هستش که قراره در برنامه هم سفر بهش پرداخته بشه، پس هم سفر ما باشین. آقا برین در خدمتتون هستم. چه زیباست در کویر یک دست و رویایی، همچون رودی خروشان اثر پایش جا مانده، و چه با ابهت است صخره هایی که با دست باد و آب شکل گرفتند. گردشی کم نظیر در کویر و دیدن دره راگه. راگه هرچند نامش به تازگی بر زبانها جاری است، اما قدمتی به تاریخ دارد. 20,000 سال است که رودهای خروشان در آن تاختند و تاختند که ما به تماشای منظرگاه کم نظیرش بنشینیم و عکس یادگاری بگیریم. Thank you.
ما الان در کنار دره راگه هستیم، دره‌ای که طبیعی هست و فوق‌العاده زیبا. از ویژگی‌های این دره همطور که اشاره کردیم اینه که شما یک جای کاملا مسطحی رو دارین تماشا می‌کنین، یه دفعه وسط اون یک دره بسیار زیبایی که حاصل به هر حال رودخانه هایی است که در اینجا جریان داشته. آقای صادق زاده بیشتر برامون توضیح میدن، برامون بگین که کی این دره رو کشفش کرد، چند سالشه، اصلا قدمتش مشخصه نیست، چجوریه؟ ببینید جناب مغنی، این دره چیزی نبود که من کشفش کرده باشم یا برای اولین بار. این در از 20,000 سال پیش اینجا بوده و خیلی کسا اومدن و اینجا رو دیدن، ولی برای اولین بار از این زاویه نگاه کردن و من به حساب عنوان این ایده رو من مطرح کردم که آقا این ممکنه به عنوان در مرحله اول به عنوان یه لوکیشن فیلم‌های سینمایی وسترن غربی، در مرحله بعد به عنوان یه جاذبه طبیعت‌گردی بشه مطرحش کرد. ولی چیزی نبود که من پیداش کرده باشم. و الان گردشگران میان ببینن اینجا رو؟ بله، من این جزء آیتنری بعضی از تورهای خارجی هم قرار گرفته. چند سال قبل که توی برنامه ایرانگرد آقای جواد قارایی عزیز اینجا رو معرفی کردن، حدوداً اینجا به هر حال شناخته شد و بعد از اون هم خب گروه‌های زیادی اومدن. فرسایش خاک اینجا می‌بینید. ما جرئت نمی‌کنیم زیاد نزدیک بشیم به خاطر اینکه هر لحظه امکان ریزشش هستش. و یک منطقه جالب، داخل دره میشه رفت؟ بله بله، تا دقایقی میریم پایین از داخل ارتفاع و عظمت دیوارها رو شما از دو تا روستا هم من میبینم جلوتر توی دیدم هستش. اون محمد آباد راگه هست، اون روستای بالا علی آباد راگه، هر دوتاشون متروکه شدن، کسی نیست دیگه. نه نه، خالی از سکن هست، کاملا خشکه، آب و انتقال دادن به پایین دست. اونجا پیش اینجا؟ بله. تا چند سال پیش اینا سکونتگاهه؟ حدودا مثلا روستای علی آباد 20 سال 25 سال پیش تخلیه شد. بله، نه یعنی ساکن داشتن بعد از اون بعدی تخلیه کردن. درسته، ولی موقعیت جالبی هم نیستش از نظر اینکه کاملا دور تا دورمون کویره. حالا با اینکه وسط کویر همچین روستاهایی رو داریم میبینیم خودش خیلی جالبه. اون سال 1320 تقاضای مدرسهشون تقاضای معلم کرده بودن، روستاش معروض میشه به آقای حاجی خان که یکی از افراد متولد رفسنجان بوده. سال 1320 از آموز پرورش رفسنجان تقاضای معلم کرده بودن. یه چیز جالب آقای صادق زاده برات بگم، این که تو چندین شهر ایران تو استانهای مختلف من دیدم دو تا روستایی که کنار هم هستن محمد آباد و علی آباد هستن. تو کاشان ما داریم محمد آباد و علی آباد، توی طرفای قم هم من شنیدم اسمشون رو، فکر میکنم سمت سمنان هم بود، که محمد آباد و علی آباد دو تا روستایی هستن که کنار هم هستن در چند استان. حالا اینجا هم که در استان کرمان هستیم و شهر رفسنجان و دره راگه، کنارش می‌بینیم که علی آباد و محمد آباد هستش. خودش خیلی جالبه برای من، حداقل این اتفاقی جام افتاده. آره، این دو تا روستا با علی آباد اسامی خیلی جالبه که هسته. شاید یه زمانی اصلا رایج بوده تو ایران که چه اتفاقاتی بیفته. دقیقاً مشخصات جغرافیایی رو بگین، ما دقیقاً کجای استان کرمان هستیم؟ ما الان جنوب غربی شهرستان رفسنجان در فاصله هوایی کمتر از 10 کیلومتر به فرودگاه رفسنجان و حدود از این نقطه 15 کیلومتر به روستای ناصریه واقع شدیم. تا کی میتونن بیان گردشگرها اینجا؟ تمام فصول سال امکان بازدید اینجا فراهمه، مشکلی از بابت چیز نیست. الحمدلله. الان این قسمتی که از دره رو شما مشاهده میکنید زیباترین قسمت دره است. ما نامگذاری کردیم. خب این قسمت معروف به تندیس های ایستاده. اشکال زیبایی شما تو دیوارها میبینید که بر اثر فرسایش خاک با خاک به وجود اومده. خود دره بر اثر فرسایش آب رودخونه گیوداری طی 20,000 سال به وجود اومده. اون اشکال زیبایی، اون تندیس ها و در واقع اون
که حالت استوانه شکل دارن بر اثر فرسایش خاک به وجود اومدن. باد و خاک هنرنمایی کردن و تندیس‌هایی رو اینجا شکل دادن که فوق‌العاده زیبا و دیدنی هستن. ما دره تندیس‌ها رو در جزیره هرمز بهتون معرفی کردیم. معمولاً جایی که به هر حال این ظرفیت رو داشته باشه که باد و خاک و فرسایش باران همینطور به هر حال در اونجا شدید باشه، این اتفاقات قشنگ رخ میده. به تصاویری که گرفتیم توجه کنین و همسفر ما باشید. الان داخل دره راگه هستیم، فضایی که به هر حال با صخره‌های مرتفع هست و فضای فوق‌العاده زیبا. آقا راگه به چه معناییه؟ ببینید راگه یا روگه پسوند روستاهای محمدآباد راگه، علی‌آباد راگه هست و به معنای محل عبور گله‌های گوسفند و شتر گفته می شده. در زمانهای گذشته این دشت شطور هم داشته، یعنی شغل اصلی مردم روستای ناصریه به نوعی دامداری و پرورش شطور بوده. این روگه از اونجا گرفته شده. روگه یا رهگاه هم شاید مثلا رهگاه حاله گذرگاه. روگه گوسفندان، علی آباد راگه، محمد آباد راگه، این راگه از اونجا ما اقتباس کردیم. بعد اینجا تا چه موقعی آب داخل دره است و اینکه توریست و گردشگر چجوری میتونن بیان؟ بعد با جای هماهنگ باشن یا خودشون همینطوری میتونن بیان اینجا دیدن کنن؟ ببین توی بستگی به میزان آب سال بودن سال هستش. از دی، بهمن، اسفند و اواخر تا اواخر فروردین معمولا این داخل دره آب داریم. اسفند و فروردین حتی طغیان میکنه، سیلابی میشه و دبی آب تا 350 متر مکعب بر ثانیه میرسه. امسال اینقدر جریان آب، شدت دبی آب زیاد بود که روستای ناصریه یه بخشایش هم آب افتاد داخل روستا و حتی شورای تامین شهرستان دستور تخلیه روستا رو داد. الان توی دره باد شدیدی هم داره میاد و به هر حال ما از صبح که وارد این منطقه شدیم الان نیمی از ظهر هم گذشته و ما همچنان داریم زیبایی های این دره رو میبینیم. تازه یه بخش کوتاهیش دیدیم، هنوز فضاهای زیادی هستش که میشه رفت دید. نگفتین گردشگرها به چه شکلی میتونن وارد اینجا بشن؟ باید با جای هماهنگ بشن یا خودشون میتونن بیان؟ فضایی هست که اونها رو راهنمایی بکنه بتونن بهترین استفاده رو از اینجا ببرن؟ ببین ما یه اکوکمپ که اولین اکوکمپ استان هستش در زمینی به مساحت 2 هکتار همون جایی که صبح صبحونه خوردیم. درسته. توی اون زمین 2 هکتاری انشاءالله از ماه آینده یا 1-2 ماه آینده عملیات اجرایی ساخت اکوکمپ راگه، اولین اکوکمپ استان ساخته میشه. بله. که کمکی به حساب ظرفیت گردشگری شهرستان رفسنجان خواهد بود انشاءالله. و همجور خودتون میدونید رفسنجان یه شهر تک محصولیه.
امیدواریم که حالا این دره راگه، ساخت اکوکمپ راگه به اضافه سایر جاذبه‌های گردشگری شهر اصفهان مثل خونه حاج‌آقا علی، ماسبادی‌های شهر صفایی نوح، دریاچه شور بتونه کمک کنه که رونق گردشگری تو شهر اصفهان رفسنجان روز به روز بیشتر بشه. انشالله. اینو نباید فراموش کنیم که الان و در حال حاضر بهترین صنعت و صنعتی که هم زود بازده هستش، همین که میتونه به اینها رو در خودش جا بده، صنعت گردشگری هستش. الان خوشبختانه گردشگرهای زیادی داریم که از سراسر دنیا دارن میان تو ایران برای گردش و ایران شناسی، و چقدر خوبه که خود ما ایرانی ها هم به فکر ایرانگردی باشیم. ما بیش از 420 قسمت از برنامه همسفر رو تقدیمتون کردیم و تو تمام این قسمت ها میتونید جاذبه های دنی میهن از اون رو تماشا کنین، و هدف اون اینه که بهتون بگیم که ایران سرزمینیه که جاذبه های بسیار فراوانی در خودش جای داده و میتونه برای شما یک جایگاهی داشته باشه که لحظات خوبی رو به ثبت برسونه. جناب صادق زاده دست شما درد نکنه، محبت کردین، به هر حال فضا رو به معرفی کردین و از این فضا گفتین. اگه صحبتی دارین با بینندگان داشته باشین تا من حرفای آخر رو بزنم. این دره یه جاذبه طبیعت‌گردی جدیدی هست که اخیراً پیدا شده و ویژگی مهمش اینه که توی مسیر دو جاذبه مشهور اکوتوریستی استان، یعنی روستای میمند و کلوته شهداد قرار گرفته. این ویژگی کمک میکنه که توریستای زیادی بتونن بیان اینجا و از این جاذبه دیدن کنن. بحث ثبت ملی دره رو ما داریم شخصا پیگیری میکنیم، انشالله که تو همین پایان امسال به جایی برسه، به نتیجه برسه. خود دره هم در نوعی جاذبه پرنده نگری هست و من دیگه صحبت خاصی ندارم، اگر شما سوالی بفرمایید. خیلی ممنون، تشکر از شما. و اما من به شما بینندگان عزیز توضیحی بدم راجع به این که ما وقتی وارد شهر رفسنجان شدیم، خب نیروهای زیادی با ما همکاری کردن، حالا از فرمانداری و همینطور نیروی انتظامی و دوستانی که به هر حال ما رو این فضاها آوردن و بهتون معرفی کردیم. قصد ما کرمان شناسی هست و داریم جاذبه های دیدنی کرمان رو بهتون معرفی میکنیم. از خود شهر کرمان شروع کردیم، به ماهان رسیدیم و همینطور ادامه دادیم، الان رفسنجانیم، شهر بابک و شهرهای دیگر رو قرار بهتون معرفی کنیم و انشالله شما هم فرصت بکنید برنامه همسفر رو تماشا بکنید و همراه همسفر ما باشین در سراسر ایران. این بار استان کرمان.